سلام و بر مکس استشتانی به سرکارچیک هستم و خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه. بریم سراغ معرفی کارت اولوشن سیزن جدید که همگی دیگه میدونید گوبلین برله با یک ابیلیتیه میتونیم بگیم تا حدودی اوکی و شاید تو مخی، هرچند باید بیاد و ببینیم که چجوریه. یه نکته ای هم میخواییم بررسی کنیم، احتمال این که سیزن جدید که فکر کنم سیزن 60 میشه ما یک هیرو جدید داشته باشیم هست که کامل اونم میخواییم بررسی کنیم. البته اطلاعاتی ازش درز نکرده، صرفا از یک لودینگ اسکیم میخواییم اونو بررسیش کنیم. بریم کامل سراغ اطلاعات گوبلین برل ایولوشن که برای سیزن 60 یا سیزن جوان 2024 رفقای گل. یه سری اطلاعات تو چنل تلگرام دیشب و پس پریشب بچه ها گذاشتن که حالا اگه عضو نیستید میتونید عضو بشید اگر دوست دارید، که اگه یادتونم باشه من توی ویدیوی بررسی اِوولوشن که از روی یه عکس اومدیم بررسی کردیم گفتم یا گوبلینه یا گوبلین جاینت، خب هیچ کدومش نبود، ولی توی نکاتی که اعلام کردیم گفتیم یا دریله یا عرضم به خدمتون گوبلین برله یا گوبلینه یا گوبلین جاینت، اینایی که به ذهنمون رسید طبق حالا اون عکس خامی که اومده بود. و بعد از اون ویدیو فکر کنم فردای اون ویدیو بچه ها تو چنل تلگرام گذاشتن که ویدیوی خود گوبلین برلو لیک شده بود گذاشتنش. بچه گوبلین برل ایولوشن سایکلش دو تاست با یک ابیلیتی به شدت میتونیم بگیم برای لاگ بیت پلیر ها تا حدودی اوکی شده و سیزن بعد سیزن لاگ بیته. چرا؟ چون اینجوری که الان ترکیب اوکی میشه میتونن لاگ بیت کلاسیک بزنن، یعنی همون گوبلین گنگ رو بیارن. فقط قبلا اسکلت بود، الان میشه گوبلین دریل، میشه گوبلین برل ایولوشن و تسلا ایولوشن که به نظرم ترکیب خیلی خفنیه و سیزن بعد تا حدودی متاش مشخصه. بریم سراغ ایولوشن استیت. بذار از اینجا بیام پایین. بله، ایولوشن استیت این یعنی وضعیت این کارت ایولوشن چجوریه بچه ها. یه دونه گوبل وقتی که ایولوشن میشه، بذارید بریم اول ویدیوی چیزشو ببینیم، ویدیوی گیم پلیشو ببینیم. یه لحظه وایسید پاوز کنم. خب بچه ها من صداشو میبندم چون بک‌گراندش یه موزیکه برای کپی رایت و اینا. نگاه کنید، گوبلین برل ایولوشن وقتی که ایولوشن میشه دو تا به صورت میرور دو تا ارسال میشه، یکی میره هر جایی بندازید میرور همونجا میفته. خب بذارید یه بار دیگه ببینیم. یا کنید هر جایی آقا وسط زمینم بندازید میرور همونجا میفته، دقیقا رو همون کاشی جهت اگه راست بنزی جهت چپش میفته. خب گوبلین برل ایولوشن اینجوریه. پس این از کلیتش. بذار بیام بیرون از این. خب بچه ها اینم که چنل تلگرامی که بچه ها گذاشتن، ادمین ها زودتر گذاشته بودن، بریم ببینیم. میبینید به صورت میرور ارسال میشه، یعنی فرستاده میشه روی تاورا، یکیش گوبلین برل اصلیه، یکیش دیکوی یا گوبلین برل تومه است. خب که گوبلین برل اصلی دیکوی یعنی تومه. حالا بریم سراغ کامل خواهیم دیگه بررسیش کنیم. میاد گیم پلش، گیم پلش یعنی که آقا جفتش میرور ارسال میشه. خب این که کاری باش نداریم چون اطلاعات خاصی این تو نداره. ببینید سایکلش دو تاست، استیتش همونه. همون یعنی چی؟ یعنی دقیقا با گوبلین برل معمولی یکیه، یعنی هیت پوینتش یکیه، دمیجش هم یکیه. ابیلیتیش یه دیکوی برل، یعنی یک حال یک برل تومم ارسال میکنه. چی کار میکنه؟ وقتی که ارسال میشه گفته آقا با همون دمیج ولی 40% اچ پیش بیشتره. خب 40% درسته؟ با 40% اچ پی، ببخشید با 40% بیشتر نیست. پس گوبلین برل ایولوشن ابیلیتیش میشه دیکوی برل، یعنی عرضم به خدمتتون برل تومه که سه تا دیکوی گوبلین داره، گوبلین تومه داره
با همون دمیج، یعنی دمیجش مثل دمیج گوبلی میمونه، ولی هیت پوینتش فقط 40%. که حالا میریم پایین بررسیش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا عرضم به خدمتتون، نورمال گوبلین اچ پیش 202، دیکوی گوبلین 81، یعنی با زب میفته و پرنسس تاور با یه شات میندازتش. گوبلین معمولی رو پرنسس تاور بعد دو تا بزنه، ولی دیکوی رو با یه دونه شات میندازتش. هیت اسپیتش همونه، دمیجش همونه، دی پی اسش هم همونه. تنها تفاوتی که دیکوی گوبلین داره یا اون گوبلین تومه داره، که حالا شکلش هم یه مقداری فرق داره، اینه که اچ پیش کمتره. اچ پیش 40% بیشتر نیست، 40% گوبلین اصلی که میشه 81، یعنی با زب میفته ارزم به خدمتتون و پرنسس تاور با یه دونه شات میندازتش. سایکلش که گفتیم دو تاست. اِوولوشن ریلیزش بچه‌ها تو سیزن بعد میاد، یا باید شارت داشته باشی، اگه شارت 6 تا داری که میتونی بزنی فعالش کنی، که اگر ترکیبت لاگ بیت نیست به پیشنهاد نمیکنم، بذار متا در بیاد بعدش بزن 6 تا شارت. خب تو سیزنای بعد میتونید از توی سیزن شاپ بخرید، یا باید برید پس رویال بخرید که همون اول براتون ریلیز بشه، یعنی آزاد بشه. کارد آرتش هم هیچ تفاوتی نکرده، فقط کارد آرت اِوولوشنش این شکلی میشه. ببینید گوبلین برل تومه این شکلیه قیافش، خب که همون که گفتم اچ پیش 40% گوبلین اصلیه که میشه 81، این شکلیه. خب و دیگه چیز خاصی نداره. یه پاوز بکنم بریم در مورد احتمالش هستا، اگر توی همین سه روزه که تا آخر سیزن مونده، تقریبا سه روز و نصف دیگه ای مونده اگه اشتباه نکنم، تو همین سه چهار روزه اگر کارت اِوولوشن دیگه ای معرفی نکنه، سیزن بعد کارت جدید داریم یا هیروی جدید داریم؟ هیروی جدید داریم. اگر اِوولوشن معرفی کنه هیرو یا کارت جدید نداریم. اینو مد نظرتون داشته باشید. یه پاوز کنیم بریم تو چنل. رفقا لودینگ اسکرین سیزن بعد لیک شده، یعنی نش پیدا کرده، یعنی لو رفته. خب که اینه، و توی این اون بالا اگه دقت کنید یه کسی نشسته، یه کاراکتری نشسته که این کاراکتر یه گرزی دستشه و خودش هم اینه، این دستشه، دقت کنین، این دستشه، این پک و پوزشه، اینم گرزشه. خب و این پایین هم اگه ببینید یه سری شکل شمایلی هست که احتمال زیاد دقیقا کارتیه که تو کلش کوست بود، یعنی این کارت. ببین دقیقا همینه، دقیقا همینه. کارایش چیه نمیتونیم تشخیص بدیم. حالا با گرزش میزنه، مثلا اگه هیرو باشه اینجوریه که با گرزش میزنه یه چیزی، من دارم میگم و شاید این نباشه، مثال میزنم، چون گابلینه حالا اسمش مشخص نیست، یه گابلینه با این دمیج میده و وقتی ابیلیتیشو میزنه دو سه تا گوبلین میاد بیرون. چرا اینو دارم میگم؟ با توجه به این عکس ببین، دو سه تا گوبلین اینجا هستن، یه چیزی مثل کینگ اسکلتون، ولی نه با اون تعداد اسکلت، نه با اون تعداد اسکلت. اینم بر حسب ابیلیتی دارم میگم، اگه ابیلیتی نداشت، یعنی یه کارت معمولی بود، هیرو نبود، اصلا شاید این نبود، ولی چون اینجا سه تا گوبلین هستن احساس میکنم اینجوریه که حالا اون گوبلین ها چیکار میکنن؟ یا شمشیر میزنن که احتمال زیاد شمشیر، حالا این زیاد کیفیتی نداره این عکس، دقت کنید این شمشیر دستشو، یا شمشیره یا نیزه پرد میکنه یا نمیدونم، حالا باید بیاد تا ببینیم چجوریه. ولی احتمال این که و خیلی عجیبه اگه بخوام روی این لودینگ اسکرین خیلی فوکوس کنیم، احتمالی که مغزمون بگابره هست، ولی با این ابیلیتی احتمال داره بیاد. یعنی این کارت میگم، بازم اگر اینو دارم میگم، اگر تو این سه چهار روز ما باقی مونده که احتمال زیاد فردا باشه، یعنی اگه بخواد کارت هیروی جدید، بخواد اِوولوشن جدید بگه، فردا این کارو میکنه. خب فکر نمی کنم هیروی جدید کارت اِوولوشن جدید داشته باشیم و این هیرو تو کاره، اگر این سیزن نیاد سیزن بعده،
یعنی تو این یکی دو سیزنه ما کارت هیرو رو داریم، هیروی جدیدو. خب چرا؟ چون تو رودمپ 2024 که قبلا ویدیو شد چنل گذاشتیم، گفتیم آقا یه اسپل جدید به بازی اضافه میشه که اضافه شد، خود کلش رویال این اطلاعات داد. یه دونه کارت جدید به بازی اضافه میشه، یه کارت جدید به بازی میشه و یه هیروی جدید. سه تا کارت میاد، یه اسپل جدید که اومده، یه کارت جدید که هنوز خبری ازش نیست و یه هیروی جدید. احتمالش این است این هیرو باشه، احتمالش هم از هیرو نباشه، ولی هیرو بودن این خیلی زیاده، خیلی زیاده. حالا میشه با همین ابیلیتی که من گفتم در نظرش بگیری. من نمیدونم این نیرو تو کلش کوست کارش چی بود، چون کلش کوست زیاد بازی نکردم. بچه‌هایی که بازی کردید کاراییش توی کلش کوست چی بود؟ کارایی خاصی داشت؟ اگر در جریانید کامنت بذارید که ببینیم آقا چه جوریه. اینم از بررسی اوکی شد تایم ویدیوام، اینم از بررسی هیروی جدید که احتمال زیاد یا این سیزن داریم یا سیزن بعد اگر کارت اِوولوشن جدید نداشته باشیم. چون خود کلش رویال گفته ما هر سیزن یا دو تا کارت اِوولوشن داریم یا یه کارت جدید داریم یه کارت اِوولوشن. حالا این کارت جدید میتونه تاور تروپس باشه، این تاور تروپس نیستا، یا میتونه تاور تروپس باشه یا میتونه کارت جدید باشه. خب یا اگه هیچ کدوم از اینا نبود دو تا کارت اِوولوشن داریم. اینو گفتم مد نظرتون داشته باشید رفقای گل. نظرتون رو بگید اگر هیروه و این هیروه که قطعا همینه کاراییش چیه، اگر فکر میکنید هیرو نیست تو چه دسته ایه. چون ما یه کارت جدیدم غیر از هیرو داریم، یه اسپل جدید، یه کارت جدید و یه هیروی جدید. اینم گفتم بهتون بگم. فکرم نمیکنم بچه ها کارت اِوولوشن گابلین برل خیلی کارت سوپری باشه، یعنی متاخور نیست، متاش فقط لاگ بیته. متاهایی که الان تو ذهنمه یکی از اون ترکیب رویال جاینت مگا نایت هست که یه مدت خیلی قدیمی بلی میدادن، الان دیگه خبری ازش نیست. بخوام بهتون بگم مگا نایت، آر جی، گوبلین برل، اسکلتون آرمی، دارت گوبلین، زب با یکی دوتا کارت دیگه، این مثلا متا میشه، ترکیبای لاگبیت متا میشه و ترکیب لاگبیت سیزن بعد عملا قراره بتره کنه انصافا، چون هم تسلای اِوولوشن هست و همین برل اِوولوشن. خیلی مخلصتون هم فقط تو میشم یعنی مده نظرتون راجب هیروی جدید بگید.